من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد و اله و اجمعین با عرض سلام و ادب خدمت شما برادران و خواران عزیز خانواده های محترم و ارجمند بیننده برنامه ایمان لایف در تلویزیون ایمان در خدمت شما خواهر و برادر مسلمان هستیم موضوع دیگری که خدمت شما عرض کنم که اکتداد خواهر و برادرای ما به ما گاه زنگ میزنن و چون استادا و علمای بزرگوار برشان گفتن که تلویزیون ایمان زکات را میگیرد یعنی زکات مال مسلمان ها را میگیرد و ما چون یک مؤسسه خیریه و عام المنفعه هستیم یک مؤسسه دعوت دین خدا هستیم یک اکادمی اسلامی هستیم یک تربیه و تعلیم و اخلاقیات را پخش میکنیم بناهن ما یک از پروژه های دعوت در سرزمین غیر اسلامی هستیم به اساس است که پرداختن زکات به هر مؤسسه یا به هر کتابخانه یا به هر کارهای انتفاعی کارهای غیر انتفاعی جایز است و شرعا اجازه داده شده حتی علمای افغانستان هم نسبت به فتوا صدر کردن که شما می توانید زکات مال خود به پخش برنامه اسلامی و تبلیغ دعوت اسلامی پخش کنید یکی از بزرگوارای ما که یک مقدار پول زکات خود می آورد گفت که حتی علمای افغانستان ایره و ما گفتن که شما به دست یک عالم بدین به دست یک کسی که به مسائل دین وارد است که او در جایی که لازم میدانه او را مصرف کنه و خود آیات قرآن کریم هم وقتی که شما میبینین در سوره توبه آیه شست وقتی که بحث زکات آمده قرآن کریم میفرمای انما الصدقات للفقراء والمساکین العاملین علیها زکات را باید شما به فقیرا بدین و برای مردم مسکین بدیم و بر کسایی که بر به اصطلاح اداره زکات کار میکنن یعنی عاملین و کسایی که فعال هستن مامورین جمعوری زکات یا مامورین تقسیم زکات به اینا داده شه و قلوب قلوبهم و بر کسایی که نو به اسلام میگروند شما زکات بدین و فر رقاب و آزاد بر آزاد کردن بر ها سگار تا بدین و الغارمین و بر قرضدارها بود و ابن سبیل کسایی که درا ماندن یعنی به از خانه خود دور شدن ما بازم ترجمه میکنم که انما صدقات و زکات ها یا صدقات برای فقیراست و برای مسکین هاست و به کسایی که بر این اداره کار میکنن و به کسایی که نو به اسلام گرویدین برای تعلیف دادن قلب هایشان برای انس دادنشان به اسلام و برای کسایی که بر دستن یا میخوان آزادی خود به دست بیارن برای از اونا باید کمک بشه و برای کسایی که قرضدار هستن یعنی بدهکار هستن و نمیتونن قرض را و کسایی که برای خدا به جهاد بر و برای افرادی که به اصطلاح وا یعنی در راه به سفر رفتن یک محصل است یک کسی که مثلا به یک جای سفر کرده پول بر دستش نیست بل از اونها هم زکات داده میشه فریدتا من الله این فریزه خداست یک فرض خداست یعنی این بسیار آیه مبارکی بسیار شدید است فریزتا من الله فریزی از جانب خداست کس نمیتونه انکار کنه و کس نمیتونه زکات نده بگه که بر مزکات نیست در حالی که مال داره <تصفح> والله علیم حکیم و خداوند علیم و حکیم است تمام علما و مفسرین و بزرگای دین به این اتفاق نظر دارند که در بحث فی سبیل الله که شما در راه خدا باید مصرف کنین در گذشته ها لشکشکشی ها و برنامه های جهاد بوده در اکثر کشورهای مختلف در برای پیشرفت اسلام جهاد صورت می یا اگر کدام جایی را یک دشمن حمله میکرده مجاهدین تجهیز می پول زکات به را مصرف میشود امروز چون ما در کشورهای مختلف اسلامی چیزی به نام ادامه جنگ و یا فتوحات وجود نداره بناهن در قید فی سبیل الله مسائل کارهای اجتماعی یا کارهای خدمتی شامل میگیره مثل ساختن یک کتابخانه ساختن یک مکتب ساختن یک پلچه یا پل کندن یک چاه برای افرادی که آب ندارند کمک کردن به یتیم‌ها و به وزنا کمک کردن به یک پروژه تلویزیون اسلامی که خود تلویزیون ایمان جزء یعنی اشاره فی سبیل الله که کسایی که در راه خدا فعالیت میکنند و تمام کسایی که در اینجا کار میکنن همه در راه خدا فعالیت میکنن و تبلیغ دین خدا رو میکنن و این اساس زکات دادن برای یک پروژه تلویزیونی و یک پروژه دعوت دین خدا مطابق آیه شستوم سوری توبه شرعا جایز است و این فتوای کل علمای مجامع اسلامی است فتوای علمای مجمع علمی معلم است فتوای علمای افغانستان است به خاطر یک تعداد برادرها و های ما برای ما که زنگ میزنن ما برایشان به صراحت میگیم بله پرداخت پول شما برای پیشبرد یک تلویزیون اسلامی برای دعوت دین خدا و تبلیغ دین خدا شرعا جایز است و شما زکات شما ادا میگرده کسایی که مالشان بیشتر از مقدار نصاب تعیین شده که هستن به اصطلاح امروز معادل 4000 یا هزار دلار دارن و برای یک سال میگذره و اضافه از مصرفشان است اینا بعد به اصطلاح 2.5 فیصد یک بر چل پول خود زکات بدن در غیر از مالشان تقریبا حرام مال میگره یعنی مالشان یعنی تسکیه نمیگره پاک نمیگره صفا نمیگره زکات برای تسکیه مال است برای پاک ساختن و متحر ساختن مال است اگر کسی سرمایه داره از سرمایه خودی زکات نمیده بزنس داره یا روزگار داره وضعش خوب است گسشن داره مغازه داره پولش به راه های مختلف بزنس میکنه اگر از این سالانه دونیم فیصدش خود نمیده مالش آلوده و حرام است واقعا به خاطر که زکات حق خداست حق مردم است حق کسایی که شما باید ایر خداوند فریزتون من الله گفتن و فریزه من الله یعنی ش... حتی ای به شکل علما و دانشمندان ایره را تاکید کردن که در جایی که خداوند فریزه من الله یا, کتب علیکم الصیام اینها گفته شده اگر کسای انجام نمیدن بعد ادارات و قوت ها و حکومت ها به زور ای کار سرشان بکنن قرآن کریم وقتی که میفرمای خوز من اموالهم صدقه قرآن کریم خودش میگه بگیرید از مالشون یعنی ای پیامبر تو به عنوان رئیس حکومت ای حکومت اسلامی ای رئیس بیت المال ای حاکم منطقه ای والی و هر کسی که در هر جای قدرت داری شما از مردم بگیر مالشون یعنی حتی اگر نمیدن بعد به زور گرفته شه به خاطر که مال مال که حق خداست بعد گرفته شه و در زکات هم شکل است زکات یک کار اختیاری نیست که ما دل ما خواست بدیم دل ما خواست زکات یک کار اجباری است شما قهرن و جبرن بعد از مال خود مال خود حلال بسازیم تاهیر و متاهیر بسازیم و زکات مال رو بعد بدیم اگر به فقیر میدیم اگر برای هشت گروهی که اسلام بیان کرده فقرا و مساکین و عاملین علیها سه مؤلفه قلوب چهار رقاب بر کسایی که آزاد میشن که در گذشته بوده پنج غارمین قرضدارا سبیل الله کسایی که در راه خدایی هفت ابن سبیل هم هشت در هشت گروهی که قرآن به سراحت در سوری توبه آیه شستون بیان کرده باید شما بالاخره به یک از گروه ها باید زکات خود بدیم اینطور نیست که برای خود نگاه داریم باید از مال خود جدا کنیم اگر شما به طور مثال در ماه اکتبر قرار داریم سال اید قربان قبلی شما در خانه خود ده هزار دلار داشتیم امروز اید قربان میشه نزدیک عید قربان هستیم بینیم که ده هزار دلار شما دست نخورده باقی مونده در سوینگ شماست در بزنس شما ده هزار دلار بزنس داریم پنج هزار دلار بزنس داریم یک میلیون دلار بزنس داریم شما قهرن و جبران باید دونیم فیصل از ایره جدا بسازیم از مال خود جدا کنیم به یک جای دیگه بگذاریم به یک اک اکانت دیگه بگذاریم بگین که من ایره مخصوص زکار جدا کردم باز او را تشخیص خود شماست در پرداخت که به کدام یک از گروه های هشگانه میدیم شما اختیار دارین هیچ اجبار ایج نیست که بعد حتما به تلویزیون ایمان بدیم یا بره یتیما بدیم یا بره مثلا یک مسجد بدیم مسجدی که قرضار است یا یک, یک فرد که قرضار است برای بدیم در هر جایی که صلاح دیدیم ولی قهرن و جبران بعد زکات مال جدا کنیم در غیر از اون مال کل مال شما آلوده است کل مال شما به حرام آلوده است متاسفانه چون شما حق خدا را و حق های خدا را جرا و به خاطر قرآن کریم در اینجی به شدت میگه خود من اموال هم صدق ای پیامبر از مالشان صدقه بگیر زکات بگیر اگر نمیده هم سرشان فرس کن به این خاطر است که اکثر نظام های اسلامی معکلف هستند که زکات جمع کنن در یک بیت المال بگذارند و بعد از او به جاهایی که صلاح می دانند اگر امروز حکومت های اسلامی کار نمی کنند مساجد و مراکز اسلامی ما کار میکنند کنند جامعه و امت کار می کنند برنامه, برنامه اسلامی کار میکنند، هر برنامه اسلامی که در او خیر و صلاح و خدمت به جامعه است دکات به او جایز است یعنی این یک مسئله بسیار شدید شرعی و دینی است بی اساس در جواب او برادر عزیز ما یا چندین برادر خواهر که زنگ زدن که ما زکات مال خود میتونیم به یک تلویزیون اسلام بدیم بله فتوای شریع همی است به خاطر هم از ما در پایین صفحه نوشته کردیم که زکات شما شرعا پذیرفته می شود خصوصا یک مؤسسه نان پروفیت است و بر علاوه از به شما رسید نان پروفیت روان میشه بر علاوه از به شما یعنی حق خدا و حق دین خدا رو شما به یک پروژه خیلی که درو چشم سر می بینیم که در او برنامه اسلامی است در او قرآن خواندن است در او برنامه با اخلاقیات است تعلیم است آموزش است شما ای رو احساس میکنیم و درک میکنیم به احساس از لحاظ شری ما امرای استاد بزرگوار خود جناب استاد حسین خیر خیلی هم که صحبت کردم استاد شریعت گفتن ما باید تعداد از برادرای خیر در این صحبت کردم گفتم که زکات مال شرعا جایز است که شما به تلویزیون ایمان بدیم نظر و جناب استاد سیرت همی همیشه یاد میکنن پروفسور صاحب که برادرایی که میخوان مالشون پاک گردن مالشون تاهیر بگرده حتی کسایی که خدا ناخست مال به شکل نادرست از جاهای مختلفی به دست آوردن بیان مال خود پاک بسازن و پاک ساختن مال همیست که زکات شدا کنن و زکاتش در همین شرایط بیترین جای دادن زکات تلویزیون اسلامی و برنامه اسلامی است که تقوی بشن و ما باید یعنی اگر به هر خانه خواهر برادر ما ایساس مسئولیت بکنن یعنی یک تعداد ممبرشیپ میدن ممبرشپ شما ممبرشپ شما 20 دلار 30 دلار این کار دیگه است <تصفح> اما اگر سرمایه خود شما بسنجیم یعنی به شکل عادی همه خانواده ها باید زکات خدا بدن و زکاتشان وقتی که یک سال میگذره بر اونا فرض است فریضه من الله و این کار چون دولت ها باید بکنه وقتی که دولت ها نیست بی اساس است اگر ها و مؤسسات اسلامی و ارگانیزشن های غیر انتفاعی وجود داره این مسئولیت به اوده از اونا گذاشته میشن امام ها و علمای مساجد کار میکنن و تحویل میگیرن زکات رو به جایی که لازم بدن مصرف میکنن